بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز دوشنبه دوم ماه می سال 2016 میلادی است و برابر است با 13 اردیبهشت 1395. اجازه بدید قبل از اینکه به مطالب امروز سری بزنیم، تشکر کنم از همشهری عزیز آقای حسن خزائی که قرار بود برنامه هایی رو به صورت اخبار روزانه برای شماها تهیه و تنظیم کنه. متاسفانه به خاطر مشغولیات زیاد این کار رو انجام نداده هنوز، ولی لطف شامل ما حال ما هست و حمایت میکنه از تلویزیون مردم. شما هم لطف کنید اگر براتون امکان داره حمایت کنید، و اگر هم مایل هستید میتونید در تلویزیون مردم برنامه خودتون رو داشته باشید. بارها گفتیم در تلویزیون مردم هیچ خط قرمزی وجود نداره، هیچ محدودیتی نیست، تا اونجایی که شما بتونید تحمل داشته باشید. اگر درباره کسی صحبت میکنید، اونها هم حق داشته باشند بیان درباره شما صحبت کنند. و اما دیروز روز کارگر بود در سر تا سر جهان به غیر از آمریکا. آمریکا روز کارگر رو در ماه آگست، یعنی حدود 3 ماه خورده دیگه میگیره، و آمریکا همه چیزش فرق میکنه با کشورهای دیگه دنیا، ولی ماجرای روز کارگر این داستانش از اونجا شروع میشه که اعتراض کردند و به ساعات کار زیاد و دست مزد کم، ولی هنوز هم شاهدیم که در دنیا این اجحاف هست و حتی کشورهای صنعتی و جدید و مدرن و مدرنیته و مدرنیزه و همه چی داخلشون هست این مشکل رو دارن. همین امروز من با ورایزن، یکی از شرکت‌های بزرگ آمریکا که برای اینترنت و تلفن و تلویزیون و کابل و اینها هست، صحبت میکردم. خانمه میگفت که ما یه قسمتی از شرکتمون در حال اعتصاب هست و ببخشید که مثلا چیزایی که میخوایم بفرستیم و اینها سلو هست، یعنی سریع انجام نمیشه. این هم از این ماجرا. روز کارگر بر تمام کارگران جهان مبارک باد، مخصوصا که آقای رضا پهلوی هم از کارگرها صحبت کرده، کسی که یک روز در عمرش کار نکرده. ولی جالبه وقتی ما صحبت از کارگر میکنیم منظورمون کیه. مثلا یه دکتری که میره کار میکنه، کارش هم خیلی سختتر از یه کارگری هست که چکش میزنه یا بیل میزنه، چون هم مسئولیت داره هم ساعت کارش زیادتره، اون کارگر حساب نمیشه. این رو اگر یکی از شماها مایل باشید در این مورد صحبت کنید، تماس بگیرید، مهمان ما باشید و صحبت کنید، یا اینکه با تلفن اجازه بدید 5202 202 695 2573 تماس بگیرید، 3 دقیقه صحبت کنید. اگر صحبتاتون طولانی تر هست و توی 3 دقیقه نمی گنجه، اون موقع با این شماره تلفن 703-957-6150 تماس بگیرید. این تلفن تا 10 دقیقه پیام میگیره، ولی اینجوری نباشه که هی تکرار مکررات و چون وقت زیاد هست خودتونم ندونین چی بگید. اجازه بدید از آقای صدرالدین، از آقای ضیاء صدرالاشرافی تشکر کنم، از آقای سهراب چمنارا تشکر کنم که این بحث کوروش رو که جمعه باز کردیم، این دوستان در روی فیسبوک همچنان، ببخشید، آقای صدرالاشرافی روی ایمیل لطف کردن به من اطلاعاتی دادن، آقای چمنارا هم از طریق ایمیل هم از طریق فیسبوک، و آقای چمنارا رو هم دعوت کردیم که بیان در این مورد صحبت کنن. قرار شده که به همون خبر بدن تا پنجشنبه یا جمعه. ولی آقای ضیاء صدرالاشرافی مقاله هایی رو نوشته و میگه که به اصطلاح هم نوشته هم مستند میکنه به چیزایی که وجود داره، و میگه اینهایی که به عنوان شعار میگن و این چیزا دروغی بیش نیست. حالا ببینیم که چه خواهد شد. و جالبتر از این، دوتا دوستمون خانم
نیر هست که ما درباره شاه صحبت میکنیم، میگن بابا شاه مرده دست از سرش بردار. درباره رضا پهلوی صحبت میکنیم، میگن اینم با مرده فرقی نداره، این بچه بوده اومده بیرون از هیچ جا خبر نداره، دست از سر اینم بردار. درباره کوروش صحبت میکنیم، میگن ای بابا حالا دیگه رفتی سراغ کوروش. امروز برای نیر خانم نوشتم شما برای من بنویس از چه کسی یا چه چیزی صحبت کنم، قولتون میدم از اون صحبت کنم و قولتون میدم باز هم شما شکایت میکنید و به اصطلاح شاکی میشید. این ماجرای رادیو تلویزیون درست مانند ملا نصرالدین پسرش و الاغش هست که اینها یه روزی میخوان برن بازار. ملا میگه که خب این من مرد بزرگی هستم، این پسر کوچولو میذارتش روی الاغ و را میفته دنبالش. مردم هی مسخرش میکنن، میگن ملا واقعا که احمقی، ولی این بچه جوونه، تو باباش هستی، باید بهت احترام بذاره، تو باید سوار باشی، این پیاده باشه. سوار میشه و پسر رو پیاده میکنه. گذر بعدی چند تای دیگه اعتراض میکنن که آقا ملا انصافت کجاست؟ تا آدم بالغی هستی، عاقلی هستی، این پسر جوونه، کوچولوه، این دنبال تو الاغ همینجوری با سرعت بیاد، آخه این چه وضعیه؟ ملا نصرالدین میاد پسرم سوار بچه‌شو، پسرشو هم سوار الاغ میکنه. گذر سوم ملت میگن آقا این چه ظلمیه که تو به این الاغ میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ خودتو به سرت سوار این الاغ شدی. گذر چهارمی میرسه، میاد پایین میشه، پیاده میشن دوتاشون همراه الاغ را میرن. اونا میزنن زیر خنده، میگن ملا ما شنیده بودیم که تو آدم احمقی هستی، ولی دیگه نمیدونستیم اینقدر. تو الاغ داری ولی سوار نمیشی، هر دوتاتون پیاده را میری. نیر خانم، خواهر گرامی من، ما هر کاری کنیم شما دوستان یه ایرادی میگیری. خود شما کی قرار بوده بیاین راجع به شاه و تحصیلاتش و فارغ التحصیلیش و نابغه بودنش و پیشگو بودنش و وضعیت دنیا رو میتونسته از سالها قبل پیش بینی کنه صحبت کنه؟ هر روز به یه بهانه‌ای که برای خودتونم قابل قبول بوده، کامپیوترم خرابه، اینترنتم خرابه، بیماری فلان اینها. در هر صورت اقلا ماهایی که بی هیچ دستمزدی میایم سر ساعت میشینیم اینجا، هزار تهمت و توهین و به جان میخریم، حالا بذارید ما کار خودون انجام بدیم و این مغز شما رو گهگاهی قلقلک بندازیم، نذاریم بیکار بشینه، بذاریم بره دنبال یاد گرفتن، تحقیق کردن و الی آخر. ممنونم ممنونم ممنونم. و اما آقای چمنارا میگه استوانه کوروش 130 سال پیش کشف شد، ترجمه آن با کتاب این چیه عزرا در تورات کمی فرق دارد. در تورات فرمان کوروش را از طرف یهوه عنوان می کند و کوروش را پیغمبر و از شاهان یهودی می داند، در حالی که ترجمه استوانه یک فرمان انسانی توسط این شاه بزرگ ایرانی است. تا زمانی که شما با چشم خودتان نامه جفرسون را به فرزندش در موزه اسمیتسونین نبینی، همین داستان لوحه و قانون اساسی آمریکا را مثل پول گرفتن فردوسی از محمود تکرار میکنی. این هم از آقای چمنارا. ببینید آقای چمنارا، وقتی شما میگید ما نه عصبانی میشیم نه ناراحت میشیم، نه بهتون میگیم تو رو جد دست بردار، خیلی قشنگ یه لبخندی هم میزنیم، قضاوت رو میذاریم به عهده بینندگان. مثلا این کاری که شما کردید خیلی جالبه، الان مردم میرن روی اینترنت یا اونایی که در واشنگتن هستن میرن موزه اسمیتسونین که یه جای بسیار قشنگ و خوبی هست و میشه به مدارکش استناد کرد، دنبال این. و شما کمک کردید با همین یه اعتراضی که به من کردید. اجازه بدید ما هم بتونیم به شما اعتراض کنیم، اجازه بدید بتونیم هممون به دیگران اعتراض کنیم، ولی اعتراضی محترمانه و صبور هم باش. خب روز کارگر رو گفتم، آقای حسن خزایی از فلوریدا رو گفتم، دوشنبه دوم می ماه هست و اول ماه هست، اگر مایل هستید حمایت کنید حتما این کار رو انجام بدید. و اما انتقاد موزه هولوکاست آمریکا از اظهارات ظریف که گفته دولت ایران حامی مسابقه کاریکاتور هولوکاست است، اینو اینجوری بد نوشتن. آقای ظریف نگفته، آقای ظریف گفته ما دخالتی در این برنامه نداریم،
و اینا هم خب گاهی وقتی که چه عرض کنم اونا هم سیاست مدارن همیشه دروغ میگه. و اما خامنه ای گفته که سفر به آنتالیا حرام است. عجیبه، سفر به عربستان و سوریه چی؟ من همیشه باورم این بود که خب حالا که خمینی آمد و ادعای این رو میکنه که به اصطلاح اون دین عربستان سعودی و اینها بی خود هست و اونها فاسد هستن و خمینی بهترین بوده و اینها، میاد میگه که این سفر حج و اینا رو از بین ببرید، مردم هر کسی یک درمونگاهی، مدرسه‌ای، دستشویی، توالتی اینها درست کنه. دیدیم نه، متاسفانه نوبت سفرهای حج به 10 سال رسید و تازه سوریه هم مزید بر علت شد و اونجا هم نوبتی شد. در صورت حالا ببینیم که این تحریم آقای خامنه ای چه کار انجام میدهد. و اما وقتی که با آقای چمنارا و آقای ضیاء صدر اشرافی از طریق ایمیل و فیسبوک کلکل میکردم، آقای چمنارا نوشته بود که برای من خیلی جای تأسفه که ما از بزرگانمون قدردانی نمی کنیم، در صورتی که کشورهای دیگه از جنایتکارانشون حتی قدردانی می کنن. من برایش نوشتم آخه دوست عزیز، به اونا هم اگه بگی بابا این وایکینگ ها، چنگیز خان، اسکندر، اینها جنایتکار بودن، اونها هم مثل شما ناراحت میشن، بهشون بر میخوره، چون هر کسی از سمت و سوی خودش نگاه میکنه. آقا جون شما که میگی کوروش هر جا رفت اجازه داد دین خودش رو، اشتباه میکنی. کوروش 33 تا رفته جنگ کشورگشایی و نمیدونم میخواست نصف جهان بگیره، توی 3 تاش فقط کاری به مذهبشون نداشته، اونم به این نتیجه رسید بعد از اینکه در کشورهای دیگه این کار کرده بود، دید انرژی و وقت و پولی که صرف میکنه اونها رو عوض کنه، به این نتیجه رسید آقا ولم کن، بذار اینا سر خودشون گرفتار باشه توی معابدشون، منم برم بزنم و بخورم و ببرم و هر کاری میخوام انجام بدم. یعنی شما میگید کوروش ایران رو آباد کرد، بعد دید همه وضعشون خوبه، گوه رو میخوام برم یونان رو آباد کنم. خب بیاین صحبت کنیم، چرا هی نامه نگاری کنیم یه نفر به یه نفر؟ من بارها گفتم حسن تلویزیون، حسن سوشال میدیا اینه که شما وقتی صحبت میکنی هزاران نفر دارن میبینن و میشنون و میخونن، بعد اونها میتونن باهاتون تماس میگیرن، ولی من و شما تک تک تا صبح قیامتم صحبت کنیم به جایی نمیرسیم. من که باورم اینه گذشته هر چی بوده خوب و بد، به قول آقای بهار گذشته در گذشته. اصلا چرا میگن در گذشت؟ کسی که میمیره میگن در گذشت، یعنی دیگه اینم رفت جزء گذشتگان و هیچی. بله بگو صلواتی هم براش بفرست، حلوایی هم نذر کن، ولی در گذشته و برگشتنی نیست. خب اینم چنگیز و اسکندر و کوروش گشایی یا آزاد بخشی. مثلا همین وایکینگ ها رو شما فیلم هاشو نگاه کنید، اون کشورهایی که اینا، حتی هنوز فکر کنم سوئد و سوئیس یا واتیکان از اونایی که استفاده میکنه برای نگهبانیشون، فکر کنم اینا یه جورای برمیگرده به اون داستان وایکینگ ها. میگه وایکینگ ها فقط آدم های جنگجوی نبودن، آدم هایی بودن که مغزشون خوب کار میکرده، تکنیک و اینها رو خوب بلد بودن. حالا بقیه دنیا اینا رو به عنوان آدم های متجاوز میشناسن. گفتم اتون درباره هر کدوم از اینها شما و من آزادیم صحبت کنیم، به این شرط که به دیگران هم اجازه بدیم صحبت کنن. خب این ماجرای فیسبوک دوستان، نمیدونم من واقعا خیلی گیجم یا اینکه دیگه کم کم داره از دست ماها کنترلش بیرون میره، نه اینکه قبلا کنترل داشتیم که حالا کنترل از دست ما بیرون میره. ببینید مثلا این صفحه فیسبوک شخصی من هست، میبینید سوربی اینجا هم عکس من هست و برخلاف اونایی که عکس موش و گربه و سگ و شیر و خورشید میذارن، ما چیزی نداریم که پنهان کنیم، خودمون هستیم، خجالت هم نمی کشیم از اینکه خودمون هستیم. ببینید نوشته مثلا 1258 تا پندینگ آیتم. این کلمه پندینگ آویزان بودن، معلق بودن، همینجوری منتظر بودن، اینها هم هست. خب من باید با این چی کار کنم؟ باید هر ساعتی که میام بشینم اینا رو نگاه کنم و ببینم که مثلا آقای محمد جواد نوروزی چی نوشته،
بعد بیام همینجور پایین ببینم اون آقای مثلا اردشیر بلیوند بلیوندی چی نوشته، اون یکی چی نوشته، اینا برای چیه؟ برای که من کاری انجام بدم یا برای که کاری انجام ندم؟ اگه برای اینه که کاری انجام بدم، خب به صورت مسیج برای من بفرسته، من ترتیب اثر میدم یا پاکش میکنم. اگه برای اینه که ما کاری انجام ندیم، دیگه چرا برامون میفرسته؟ و واقعا میگم من فکر کنم خیلی زود مردم خسته میشن از این فیسبوک و چیزهای دیگه و میفهمند که چه ضرری بهشون خورده، دوستی ها از بین رفته، فامیل و اینها همین به یه عکسی که میذارن روی فیسبوک بسنده و پسنده میکنن، ملاقات ها از بین رفته و الی آخر. نظر شما چیه درباره فیسبوک؟ آیا فیسبوک انسان ها رو یا حتی دوستان رو به همدیگه نزدیکتر کرده یا دورتر؟ من که فکر میکنم دورتر کرده، یا حداقل در این ماجرای ما ایرانی ها به نظرم میاد که ماها رو از هم دور کرده. این هم آویزان بودن، معلق بودن، همینجوری پندینگ تا ببینیم چی میشه. و اما باز هم صحبت از آقای چمنارا. نوشتن سلام آقای سربی، به یاد دارم چند سال پیش آقای صدرالاشرافی را ابرمرد نامیدم. اکنون هم ایشان از نظر من یک دانشمند و محقق است که نظیرش را کم داریم و من شرمسار و مجبور هستم جواب ایشان را بدهم، ولی من یک مهندس ساده هستم و از نکبتی که هم میهنانم در آن گرفتار آمده اند رنج میبرم و راهی برای خلاصی از این نکبت نمیبینم مگر روشنگری ملت ایران و پیدا کردن راه حلی برای نجات آنها. آخرین کتاب های من ایران در زنجیر مثلث نکبت، گریه نکن ایران و 2020 سقوط حکومت اسلامی همه نشان از دیدگاه من به آینده دارد و روشنگری از نظر من زنده کردن هویت ایرانی با معرفی شاهنامه، کتاب مقدس ایرانیان و بازنگری در دین اسلام با خواندن قرآن راستین است. عشق من به شاهنامه کوچکترین تأثیری بر علاقه‌ام به خیام و حافظ و سعدی ندارد و دلیلی برای ناسیونالیستی نیست. قرآن راستین من نیز دلیلی بر آخوند مسلکی و ضدیت با دین نیست. قرآن راستین را آقای صدرالاشرافی هم مثل بسیاری از آخوندهایی که میشناسم هرگز نخوانده آن را، شما نوشتید نخواسته، نخوانده آن را نقد، آهان ببخشید، نخواسته آن را نقد کنه. دوباره آقای صدرالاشرافی نامه جفرسون را در مورد قانون اساسی آمریکا نادیده گرفته و ترجمه استوانه کوروش را به میان می آورند. آقای صدرالاشرافی می توانند هر ترجمه استوانه کوروش را با مگناکارتا مقایسه کنند. چگونه از انگلیس ها افتخار می کنند که 700 سال از قانون اساسی دارند و چگونه از آقای صدرالاشرافی لوحه کوروش را اینگونه ارزیابی می کنند. مجددا عرض می کنم رژیم اسلامی با تغییر قانون اساسی در سال 2020 عوض خواهد شد. تا آن موقع جامعه ایران را باید روشن کرد. وسائل این روشنگری بازنگری در قرآن با خواندن قرآن راستین و خواندن شاهنامه برای زنده کردن هویت ایرانیان است. ارادتمند سهراب چمنارا. شما این باور رو دارید؟ آقا هفته نیم ساعت، هفته یه ساعت، روزی یک ساعت، روزی سه ساعت بشینید این کاری رو که میگید نشرش بدید، توسعهش بدید. شما اگه باور دارید کتاب در جامعه ایرانی کارساز، کتاب بنویسید. اگر باور دارید که جامعه ایرانی اهل کتاب خوندن نیست و بیشتر دوست داره از طریق گوش و چشم بشنوه و ببینه، خب بیان از تلویزیون ها، از سوشال میدیا، فیسبوک، یوتیوب، وسایل دیگه استفاده کنید. و اون رو من نمیدونم، ولی اینکه شما هی یه چیزی رو تکرار کنید و از دیگران بخواید که این گفته شما رو قبول کنن، به نظر من کارساز نیست و خودتونم میتونید گواهی بدید که تا حالا نبوده. بله، آقای آریانپور یک نوشته ای هست که نوشته آیا تجارت با حکومت
با حکومت تمامیت خواه ایران اخلاقی است. برداشتن آقای آریانپور نوشتن که بهرام عزیز این نوشته از چه متنی استخراج شده است؟ چون پیوست قابل بازگردن نیست. ضمناً اگر تجارت با ایران برقرار نگردد دودش به چشم چه کسانی خواهد رفت؟ ملت ایران و یا اقلیتی کوچک از دولت مردان چپاولگر؟ در این 37 سال گذشته چه دودی در چشم دولت مردان رفته است که حالا انتظار داریم باز هم برود؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم، رژیم از پشتیبانی عده زیادی از مردم فعال در عمل و نه شعار بده غیر فعال برخوردار است. هر زمان توانستیم گروه های مبارز شعاری را تبدیل به مبارزان فعال کرده و مبارزان فعال را تبدیل به مبارزان شعاری کنیم، در آن زمان میتوان انتظار تغییراتی ریشه‌ای داشت. هوشنگ آریاپور. ممنونم از ایشون. و اما من 3-4 روز پیش با یک وبسایتی آشنا شدم. میدونید که الان کتاب‌های گویا، ببینید آقای سهراب چمنارا توی ایران هم به این نتیجه رسیدن که کتاب‌های گویا از خود کتاب بهتر کار میکنه. یک شرکتی یا یک چند تا از دوستان ایرانی، دوستان وقتی من به یکی میگم دوست، منظورم این نیست که این با من همکلاس بوده، مدرسه میرفتیم، من به همه میگم دوست، چون با کسی دشمنی ندارم. در هر صورت این شرکتی به نام نوار اسمش اینه، مثلا اینجا این کتاب ربکا دافن دوموریه رو برداشتن به اصطلاح گویا کردن، یعنی به صورت گفتاری هست. شما میتونید وقتی دارید رانندگی میکنید، میتونید وقتی دارید ورزش میکنید، میتونید وقتی دارید کارهای روزانه کامپیوتری رو انجام میدید، اینها رو گوش بدید. و این اسمش هم خیلی ساده است، navar.ir. میدونید که هر وبسایتی که توی ایران هست مثل کانادا که CA هست، اونا هم یه IR دنبال خودشون دارن. در هر صورت من اینجوری هم با اینا آشنا شدم، یه کتابی رو میخواستم بخرم، اینها امکان این که براشون پول بفرستی نبود. وقتی براشون نوشتم که این امکان نیست، اونها خیلی دوستانه برای من نوشتن که بله، ما امکان این که با خارج فعلا از لحاظ ارز بتونیم معامله کنیم نیست، و به من گفتن که این کتاب رو شما میتونید مجانی داشته باشید. منم گفتم به عنوان حق شناسی، به عنوان تشکر از شما، من هم این صفحه نوار رو یا وبسایت نوار رو توی روز دوشنبه نشون میدم. این هم دوستان هست نوار navar.ir. حالا ببینیم اینجا چجوریه صفحه اصلیشون. این باز نوار، یا میزنیم آها، این صفحه اصلیشونه. ببینید که کتابایی رو که به اصطلاح روزانه کتابای مختلفی میذارن اینجا، بعضی وقتا چیزای رایگان میذارن، میتونید اونا رو استفاده کنید. بله، به نظر من وبسایت مرتبی رو درست کردن، شما هم دیدن کنید. ضمناً امکان تماس باهاشون هست، برخلاف اونهایی که قلابی هستن. اینجا نوشته تماس با ما، سوالات متداول، همون frequently asked question هست، FAQ اینجا بهش میگن. و این هم وبلاگ نوار، ببینیم وبلاگشون چی میگه. about blank، بله no نوار اینجا نوشته. بله، این هم این پدر خسرو شکیبایی چگونه سربازهای فراری را دستگیر میکرد، افسر دژمان ارتش بود و برای بله این پدرش داریم. بله، داد به نظر من به دیدنش میارزه. دوستان برید ببینید، نظرتون را هم به اونها بگید و کتابم اگر خواستید ازشون تهیه کنید. ممنونم از این دوستانی که در کتاب یا شرکت، در وبسایت یا شرکت نوار به من گفتن که باور کنید هنوز دانلودش نکردم، با وجودی که شما گفتید مجانی و مهمون ما باش. خب بله، آقای آریانپور باز یه جای دیگه در رابطه با اون نامه‌ای که آقای
دکتر مدنی 2 سال بعد از انقلاب، یعنی 35 سال پیش نوشته بوده به خمینی و خیلی از دوستان صحبت کردن در موردش. الان هم شاهد دعوای آقای ناصر پاک نژاد هستیم با آقای دکتر کوروش اعتمادی و حتی آقای پاک نژاد از من خواستن و آقای کوروش اعتمادی هم به چالش کشیدن که بیاد مناظره کنه. گفتم آقا این مناظرهایی که با دعوا هست، این مخاصمه است، خصم دشمنیه و ما اینجا جر دعوایی نداریم که. ما اینجا شهردار و نمیدونم شریف فیلمای تگزاسی نیست، وسترن نیستیم که وایسیم شما دوتا بیاین دوئل کنید. این مناظره نیست، مناظره یه چیز دوستانه بین مثلا آقای سهراب چمنارا و آقای صدرالاشراف. ایشون میاد، آقای صدرالاشراف میگه اصلا این دروغ محضه که قانون اساسی آمریکا، اینجا میدونید 4 تا از اونایی که برنامه‌های اصلی آمریکا رو گذاشتن به نام فورفادرز، یعنی 4 تا پدر اصلی آمریکا رو اسم میبرن اینها، و ایشون میگه اصلا اون موقع حرفی از اینا نبوده و اینها رو هی مینویسن و هی تولید میکنن و هی دروغ هرچی بزرگتر بشه باورش آسونتر میشه. اینجوری بله میشه یه مناظره بذاریم، اینها میان در کمال دوستی ولی مخالف یه عقیده های هم مثلا صحبت کنه، ولی این که بخوان اون نوشته اون برو معلومه تو چه کاره هستی، اون نوشته برو معلوم، این معلومه که فوش و دعوا و خصمانه است، اصلا شروعش نکنیم عاقلانه تره. بله آقای آریانپور نوشتن به خاطر اون نامه مدنی و این دوستان که هی دارن برای هم میفتن مینسن با سلام، من نمیدونم دعوا بر سر چیست. دکتر مدنی 35 سال پیش یک پیشنهادی با آیت الله خمینی داده است که راهتان را عوض کرده و به راهی که برای ملت ایران مفید است قدم بردارید. منظور ایشان جلوگیری از چپاول منافع ملی کشور بوده. حالا این سر و صداها برای چیست؟ چه چیزی عاید ملت ایران خواهد شد؟ مهم است نه جنگ و دعوا و مناظره و روبرو شدن با یک دیگر رو شاخ و شانه کشیدن. بله اینم چون من پاسخ داده بودم به اونا که این مناظره نیست، این مخاصمه است، ایشون هم اینو نوشته. بله باز آقای چمنارا یه جای دیگه نوشتن با درود به تیمسار آریانپور برای استدلال صحبتشان، برای صحبتهایشون، اگر که اگر در دقایق آخر برنامه فرصت می بود و ادامه می دادن به قانون اساسی می رسیدن. با مطرح کردن بردیا یا کمبوجیه چه چیزی را میخواین ثابت کنید؟ من اینو میخوام ثابت کنم آقای سهراب چمنارا که خیلی از اینایی که افتخار میکنن فرزند کوروش هستن نمیدونن اولا کدوم کوروش چند تا داشتیم، بعد نمیدونم کدوم فرزندش هستن. من مثلا اگر بخوام یه جای افتخار کنم از پدرم، باید اول ببینم که این پدر من کی بوده، چه کار کرده، برادرهای دیگه هم چه کار کردن و من بگم من بابا اینم، مثلا اون یکی نیستم. این رو شما خیلی میتونستید قشنگ پاسخ بدید که بگید که شما مثلا افتخار میکنید که بردیا پسر کوروش باشید نه کمبوجیه. خب بعدم من میام توضیح خودم رو میدم، میگم خب این چه افتخاری داره، شما پدرت کوروش به قول خودت به اون دانایی بوده ولی پسرش رو اینقدر ناآگاه گذاشته که اون برادر اومده این کشته، بعدم ادعا کرده که این گم شده، یه برادر سومی اومده، این کجاش افتخار داره؟ ولی شما میای به من میگی که اصل این سوال برای چیه؟ یعنی ببخشید کاسه کوزه ما رو می‌ریزی به هم. قربانت گردم، شما هم مثل نیرخانو به من بگو در چه موردی دوست داری صحبت کنیم تا من در اون مورد صحبت کنم. بعد شما ببینید که ای بابا این سوربی نظرش با من فرق میکنه. یعنی اگر شما دنبال یه چیزی میگردید که نظر من و شما یکی باشه، اون موقع دیگه بحث شیرین نیست. شما یه چیزی میگی منم میگم بله، تموم شد. شما میگی بله من موافقم که مثلا آدم تا اونجایی که میتونه چراغا رو خاموش کنه، نه که دیگه حالا تاریک راه بره بخوره تو در دیوار، برای که انرژی که به اصطلاح از دست ندیم، نمیدونم سوخت ها رو از دست نمیدیم، فضا رو کثیف نمی کنیم. خب بله منم با شما موافق، تموم شد دیگه، دوستی ما تموم شد، خدافظ. بابا اونایی که اصلا این تمام این مجلس های اروپا و آمریکا و اینها برای چی ساخته شده؟ برای که اینها بیان اونجا مخالفتشون رو بگن
و الان دیگه دارید میبینید الان چندین سال اینا رو مستقیم تو تلویزیون نشون میدن که شما شاهد باشید، بعد شما زنگ بزنید به نماینده‌ای که خودتون انتخاب کردید بگه هی من دو سال پیش که تو رو انتخاب کردم فکر میکردم اینجوری هستی، ولی امروز که اینو گفتی تو تلویزیون من میخوام اینجوری رأی بدی، و شما هی باشون در تماس باشید، نه اینکه چرا امروز بحث کردید درباره این، نه شما بهشون تماس میگیرید میگید نظر من اینه، من یه سوالی کردم نوشتم این برنامه تقدیم به فرزندان کوروش، حالا فرزندان کوروش که شما افتخار میکنید شما به من بگید کمبوجی هستید یا بردیا هستید. میدونی چرا هیچکس جواب نداد؟ چون اونها نخوندن. و میدونید شما چرا این جواب رو دادید؟ چون شما خوندید میدونید. من اینا رو گذاشتم سر کار، گذاشتم که برن بخونن، پس من دارم کار شما رو انجام میدم. چیزی که هست شما نمیتونی مردم رو درگیر اون مسائلی کنی که دوست داری، من میدونم چجوری این راه رو درگیر کنم و برم، یا لااقل فکر میکنم که میدونم. بازم ممنونم از همه شما دوستان عزیز، مخصوصا اونهایی که به اصطلاح مینویسید و پیام میذارید و اینها. خب یه دوستی من اسمش اون دفعه گفتم به نام محمد رضا، و ایشون قبلا برای من نوشته بود که چندین وقت با چندین سال با سازمان مجاهدین بوده، حتی در زندانهای سازمان بوده و میخواد صحبت کنه. من برای ایشون نوشتم که دوست عزیز با کانون آوا یا دوستانی که میبینی در برنامه ها میان تماس بگیرید، اونها به شما میگن که اینجوریش ما میتونید مثلا چند هفته دیگه بیاین صحبت کنید، اونها این برنامه رو دارن. من نه جزو سازمان مجاهدین بودم نه چیزی میدونم که بخوام دربارش رو صحبت کنم. اون چیزی که من میدونم به عنوان یه ایرانی که خارج از این سازمان نشسته و 37 سال شاهد هست، من میبینم سازمان مجاهدین نادانسته با آمریکایی‌ها در افتاد، سازمان مجاهدین نادانسته با شاه در افتاد، سازمان مجاهدین نادانسته حمایت کرد از خمینی، سازمان مجاهدین دانسته یا نادانسته با خمینی در افتاد، سازمان مجاهدین در بدر شد رفت آویزون شد به صدام، سازمان مجاهدین صدام از بین رفت حالا آویزون شده به هر جایی که بگی. این چیزی که من میدونم. شما میگید من اشتباه میکنم، شما بیا نظر خودتو بگو. ولی در باد این دوستون نوشته جناب آقای سوربی عزیز سلام، 67 ثانیه در رابطه با بنده و ایمیلم لطف کردید و صحبت فرمودید، از این بابت بسیار سپاسگزارم و ممنون هستم. فعلا ماهواره ندارم و اغلب از یوتیوب. اصلا ناراحت نباش، ما رو ماهواره نیستیم عزیزم، ما هم همین روی اینترنت و یوتیوب و اینها هستیم. خیلی هم خوشحالیم که سالی ماهی 30,000 دلار ماهی 10,000 دلار هی نمیخوایم از شماها گدایی کنیم، 10 دلار 100 دلار بشه 30,000 دلار بشه 10,000 دلار بدیم به اونها. خیلی از این بابت خوشحالیم. ماهواره ندارم و اغلب از یوتیوب برنامه های شما را دنبال میکنم. 10 سال از بهترین سالهای عمرم را رجوی نابود کرد و آخر هم هیچ. من همینجا یه پیشنهاد به شما میکنم، اگر شما خودت رو سرزنش نکنی و همش رجوی رو سرزنش کنی، فکر نمی کنم شما جلو بری و همینجا درجا میزنی. همینجوری که رفتی آزمایش کنی اونجا دوچاره، اینجا بهش میگن فوبیا فکر کنم، اینایی که ترس و وحشت دارن، مثلا یک کسایی هستن که روی پل با ماشین که میری ترس و وحشت داره، هر چی هم هی بهش بگی بابا تو ماشینی، خب ما هم تو ماشینیم، این خیلی جای امنیه، باز میترسه. اینا رو یه روشای به خصوصی دارن، اونایی که واردن این چیزا رو خوندن اینا رو درمان میکنن. یه کسایی هستن از ارتفاع، یه کسایی هستن از این پله‌های برقی که تو فروشگاه بالا پایین میره، یه کسایی هستن تو آسانسور وقتی سوار میشن فکر میکنن شب اول قبره. در صورت دوست عزیز، شما اول باید شروع کنی یه مقداری خودت رو هم بگی من هم مقصر بودم که رفتم اونجا و میتونستم بیشتر تحقیق کنم، میتونستم فلان زودتر فرار کنم. در هر صورت من نمیتونم چون شرایط شما رو نمیدونم نمیتونم قضاوت کنم، ولی من نظرم اینه. آمریکایی‌ها هم همینو میگن، میگن که شما یه بار به من کلک زدی و به اصطلاح خجالتش برای تو، ولی بار دوم اگه به من کلک زدی این بار خجالتش برای من که دو بار کلک تو رو یا گول تو رو خوردم، باید مواظب باشه. نوشته که
ده سال از بهترین سالهای عمرم را رجوی را بود کرد و آخر هم هیچ. خیلی تلاش کردم علیه سازمان و شخص مریم رجوی شکایت از مراجع بین المللی کنم، اما کسی این امکان را برایم فراهم نکرده و هیچ کمکی نشده است. از وقتی شما و برنامه هایتان را به صورت اتفاقی دیدم نمیدانم چرا، اما اطمینان دارم میتوانید کمکم کنید. شما را به خاک کشورم ایران قسم میدهم کمک کنید تا حق این سازمان لعنتی را کف دستش بگذارید. برای درد کمرم مجبور شدم عکس MRI بگیرم، اما نتوانستم زیر دستگاه دوام بیاورم و سریع گفتم مرا بیرون بیاورید. صحنه های تاریک و تنگ این اتاق انفرادی در اشرف جلوی چشمم می آمد. رجوی روح امثال مرا که به خاطر ایران و آزادی ایران به او اعتماد کردیم نابود کرده است. اکنون پس از 10 سال که به ایران برگشتم مدرک کارشناسی ارشد عمران دارم. دوستان، کارشناسی ارشد یعنی فوق لیسانس، و 2 پسر دارم. بیکار هستم، حتی برای اشتغالم نیز مشکل دارم، اما همیشه و هر ثانیه کینم به این سازمان کثیف و شخص رجوی در درونم زبانه می کشد. واقعیت درونم به قدری داغون است که پس از گذشت این 10 سال زندگی هم نتوانستم به زندگی عادی برگردم. مصاحبه بچه هایی که به ایران برنگشتن مرهمی بر زخم هایم شد، اما از شما دوست و هموطن گرامی که صدایتان به اقصی نقاط جهان میرسد درخواست کمک و استمداد دارم، و اینکه کمکم کنید علیه این سازمان شکایتم را مطرح کنم. حتما هستند کسانی که از امثال من حمایت کنند. لطفا بر بنده منت گذاشته و کمکم کنید. صدایم را علیه رجوی به مجامع بین المللی و دادگاه های بین المللی برسانید و آمادم هر بهایی را بدهم تا سازمان شخص مریم قجر در دادگاه و یا هر جای دیگری محکوم شود. بسیار از شما ممنونم و سپاس فراوان دارم. شماره تلفنشون در ایران هم گذاشتن. من این رو برای آقای راستگو در کانون آوا فرستادم و به نظر من فرصت خوبیه. ضمناً مخصوصا شما که ایران رفتید، اینا که این دوستان رو متهم میکنن که اینها مزدور و جاسوس و حقوق بگیر و فلان هستن، شما که در ایران هستید برید از توی همون محلتون، شهرتون، شهرداریتون، استانتون به اینا بگید که آقا این سازمانی که از درون ایران ما رو جلب کرده، برداشته، برده، ما الان میخوایم از درون ایران شکایت کنیم و توی ایران یه وکیلی پیدا کنید، توی ایران تو قسمت دولتی اینها یه کسی پیدا کنید که بیان برن علیه اینها. و میدونم چند تا چیز هست که تو دنیا استچو آف لیمیتیشن یا نداره یا زمان شکایتش به اصطلاح خیلی طولانیه. یکیش قتله، اگه اشتباه نکنم تجاوز هست، شکنجه هست. اینا رو شما به نظر من همین با نوشتن بگرد، بگو چه کسی میتونه کمکت کنه، روی فیسبوک بذار، توی همین برنامه ها به عنوان آگهی بیا آگهی بده، هر روز بگو شماره تلفن من اینه، اسمم اینه، دنبال کسی میگردم که من کمک کنه. یه نفر میبینی توی یک کشوری هست میگه آقا من میتونم شماها رو جمع کنم، اینجا میگن کلاس اکشن لاسوت، یعنی خودشون از اون ور تبلیغ میکنن، میگن هر کسی که مثلا در سازمان مجاهدین بوده بیاد به ما بپیونده و یعنی به ما چیز کنه، وکالت بده، ما بریم دنبال شکایتش. من نه وکیل هستم نه سازمان اجتماعی دارم، من فقط یه بلنگو در اختیار شما میذارم. اگر مایل هستید از این بلنگو استفاده کنید، ما 2 هفته پیش داشتیم خانم ماه منیر ایرانپور از شیراز، از شهر خود بنده تماس گرفتن، صحبت کردن، صداشون رو روی ایر بردیم و دیگران هم شنیدن. خب من این متن را از صفحه فیسبوک آقای مشکین خط جهت نقد، بررسی و گفتگو برای چهارشنبه، بله روز چهارشنبه آقای یزدان خدابندلو با آقای روزبه مشکین خط یک مصاحبه دوستانه خواهند داشت که این به اصطلاح مسئله چیز رو حل کنن. آقای یزدان خدابندلو اون دفعه گفت چجوریه که ایشون این حرفا رو میزنه و تو ایران آزاده. دوستان دیگه هم همینو گفتن. خود من گفتم بابا وقتی هم که آقای سعیدی سیرجانی آمد و اینجا همه هی میگفتن این چجوری مخالف دولت ولی آزاده،
وقتی برگشت و گرفتنش و زندانی شد و کشته شد، همه گفتن آها عجب اشتباهی کردیم، کاش که ازش استفاده کرده بودیم و نمیذاشتیم بره به این آسونی جونش رو از دست بده. در هر صورت این هم از این ماجرای چهارشنبه، مناظره دوستانه آقای یزدان خداوندلو و آقای روزبه مشکین خط. شما هم وبسایت فیسبوک این دوتا رو نگاه کنید، نوشته هاشون رو ببینید، مقایسه کنید. اگر صحبتی دارید، پرسشی دارید، نظری دارید، یا با من یا با یکی از این دوتا دوست تماس بگیرید، اونها حتما پاسخ میدن و از نظرات شما در برنامهشون استفاده میکنن. این هم از این. و بله، یک کمی هم بریم از این حالت سیاست و اینها بیرون، که البته خود این هم سیاست. سهراب سپهری میدونید که شاعر به اصطلاح خوبی که شعرهای قشنگ و ساده هم نوشته و گفته و گاهی وقتی من شعرهاشو این برابر میبینم میخونم. قنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست. ببینم درست میگم مال آقای سهراب چمن آراست این؟ فکر میکنم بله، فکر میکنم ننوشته اینجا. این رو آقای علی زرابی فرستاده. بله، قنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست. قنچه آن روز ندانست یا ندانست که این گریه ز چیست، یا این گریه ز چیست، کدومش درسته، گریه یا گریه. چرا زبان ایرانی نباید یه جوری باشه که من و شما که ایرانی هستیم این اشتباهات چشم، چشم، گمان، گمان، گمان اینا رو نداشته باشیم. بله، باغ پرگل شد و هر قنچه به گل شد تبدیل. گریه باغ فزونتر شد و چون ابر گریست. باغبان آمد و یک یک همه گلها را چید. باغ عریان شد و دیدند که از گل خالی است. باغ پرسید چه سودی بری از چیدن گل؟ گفت پژمردگیش را نتوانم نگریست. من اگر امروز هر شاخه نچینم گل را، چه به گلزار و چه گلدان، دیگرش عمری نیست. همه محکوم به مرگند، چه انسان چه گیاه، این چنین است همه کار جهان تا باقی است. گریه باغ از این بود که او میدانست قنچه گر گل بشود هستی از او گردد نیست. رسم تقدیر چنین است و چنین خواهد بود. میرود عمر ولی خنده به لب باید زیست. این هم شعر باغبان و گل و این ماجراها. من خیلی اهل شعر نیستم، ولی برنامه خوبی میشه اگر یه دوستانی بیان بشینن شعر بخونن، تعریف کنن برای مردم، چی میگن، حتی شعر رو خودشون تفسیر کنن اونجوری که، یعنی برداشتشون. چون حسن این شعرها، میدونید که شما هر شعری رو که میخونید خودتون میتونید تجسم کنید چه باغیه، چه دشتیه، چه جای خشکیه و الی آخر. این هم باز یک نوشته کوتاه دیگه از سهراب سپهری. میگه که من با آمار زمین مشکوکم، اگر این سطح پر از آدم هاست پس چرا این همه دلها تنهاست. بی خودی میگویند هیچ کس تنها نیست. چه کسی تنها نیست؟ همه از هم دورند، همه در جمع ولی تنهایم. من که در تردیدم، تو چطور؟ سهراب سپهری، روان شاد یادش گرامی. و اما همونجوری که اول برنامه هم گفتم، دیروز روز اول ماه می، روز جهانی کارگر بود و دوستان هم طبق معمول می نویسند و پخش می کنند و نمیدونیم چه نتیجه داره، واقعا نمیدونم. گرامی، باد اول ماه می، روز جهانی کارگر. 95 سال پیش در چنین روزی 8000 کارگر با پرچمهای سرخ در میدانها و در کارخانه ها در ایران روز اول ماه می را برای اولین بار برگزار کردند. این روز در جنبش کارگری ایران روز تاریخی است، نتیجه سالها کار مخفی کمونیستی و سازماندهی تشکل‌های کارگری علنی بود. در این 100 سال راه بربریت در نبردهای پی در پی بر راه سوسیالیسم پیروز شده، طبقه دارا بر نادارا فائق آمده، آنها داراتر و داراتر شدند و اینها فقیر و فقیرتر شدند.
فکر کنم داراتر و داراتر، غلط، دارا و داراتر شده در اصل. و راه بربریت زیر لباس سلطنت مدرنیته و یا زیر عبای اسلام شیعیگری منافع طبقه بورژوازی و امپریالیسم را نمایندگی میکرده و ضد کارگران و سوسیالیسم عمل کرده است. اما خوبی جهان عینی و حرکت تاریخی بشریت از قلمرو جبر و احتیاج در این است که سرمایه‌داری و راه بربریت دوران کنونیش را گورکن خود را به وجود آورده و می آورد. من نمیفهم جمله یا به هم ریخته یا این دوستان، نمیخوام توهین کنم چون کارگر هستم، مثل که خیلی وقت نیذاشتن بخونن و بنویسن درست بنویسن. من بارها به اینایی که میگن ما دنبال حکومت کارگری هستیم گفتم که شما بیاین به من بگید اولا کدوم کشور به اصطلاح اون قبله آمال شما هست، دومن یعنی چی، یعنی شما میان یه مثلا میخوان رئیس جمهور انتخاب کنید، رئیس جمهور حتما باید کارگر باشه. حالا تعریفتون از کارگر چیه؟ اونی که مثلا مهندس صبح میره سر کار با نقشه و قلم و کاغذ و دوربین و اینها اون کارگر نیست؟ اونی که دکتره میره توی بیمارستان جراحی میکنه اون کارگر نیست؟ اونی که هواپیما خلبان هواپیما رو میبره و میاره اون کارگر نیست؟ کیه منظورتون از کارگر؟ و چرا اینجوری به اصطلاح با گفتن یه چیزی که کارگر مردم رو گیج میکنید؟ هیچ کدومشون تا حالا حاضر نشدن بیان، از آقای سیامک ستوده گرفته تا این دکتر کی بود، سعید صالحی‌نیا و الی آخر. بله این شعر رو باز هم اینجا نوشتم ولی ننوشتن که از کی بود. خب بله آقای سوربی، اول این را بخوانید و بعد ایمیل قبری را. نوشته پژوهشگر ارجمند آقای سهراب چمن‌آرا را خواندم. به راستی به قول اهل منطق از مصادره به مطلوب ایشان حیرت کردم. ببینید آقای چمن‌آرا، همینجوری که شما حیرت کردید از آقای ضیاءالدین صدر اشرافی، ایشون هم از شما حیرت کرده. این کی برطرف میشه؟ موقعی که شما هر دو بیان بگید، بعد مردم یکیش میگه آقا این درست میگه، یکیش میگه اون درست میگه، یکیش میگه آقا سهراب چمن‌آرا اگه درست هم میگه، کوروش بهترین آدم دنیا بود. اولین سوالی که پیش میاد، چرا یه شاهی بهترین آدم دنیا بوده، بهترین کشور دنیا را داشته، بعد از 2500 سال کشورش به این روز افتاده؟ این یه سوال. دومیش که پیش میاد، گیرم که بود، امروز چه باید کرد؟ امروز شما میخوای معیارهای کوروش رو بذاری؟ من حتی براتون گفتم، من وقتی که شنیدم بالای سردر سازمان ملل نوشته نمیدونم چه عضوی به درد آورد، هرچی نگاه کردم روی این ساختمون همچین چیزی ندیدم. از دوستان سوال کردم، یه دوستی گفت آقا اصلا این مزخرفه، همچین چیزی نیست. یه عکس از یه فرشی فرستاد که توی اتاقی گذاشتن، توی یکی از اتاقهای سازمان ملل، که روی این فرش شعر سعدی هست. حالا جالبتر اینه که این فرش در زمان شاه، در زمان رضا شاه، در زمان قاجار، نمیدونم بوده اصلا اون موقع سازمان ملل یا نه، این نرفته اونجا، در زمان همین آخوندها رفته. و یا آقای ظریف یا اون قبلیش خرازی بود، کی بود که اینها نماینده سازمان، نماینده ایران در سازمان ملل بودن، گویا اینها بردن اونجا، حالا یا پول دادن، پارتی بازی کردن، چیکار کردن که اینو گذاشتن در معرض دید. و الا همون طرف میشینه پرمدعا در برنامه میگه که آقا همون جوری که در بالای سازمان ملل نوشته. میگم آقا این سازمان ملل که شما عکسش همه جا هست، کجاش نوشته همچین چیزی؟ بعد میگه آقا ببینید، این گفتم تا قدیما سیبیل داشت کمونیست بود. میگم آقا اصلا کمونیست من بلد نیستم چیه، چی داری میگی؟ بله، به راستی به قول اهل منطق از مصادره به مطلوب ایشان حیرت کردم. بس راجع به این موضوع و یافتن جواب منطقی به آن است که آیا استوانه کوروش کبیر یک منیفست، یک فاتح و جهانگشاست که با صیغه شخص اول من از آن سخن گفته می شود؟ دو، یا مانند احکام دینی با مخاطب و صیغه دوم شخص مؤمنان تو است؟ یا سه، مثل تمام قوانین از عهد باستان قانون
حمورابی تا امروز از جمله قانون آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران مخاطب آن سوم شخص است. هر کس، حتی آلمان هم میگفتن من کنزاگن، یعنی یه نفر میتونه اینجوری بگه اونجوری. این که چه کسانی از جمله اسکندر و تمام خوانندگان کوروپدی کزنفون و جفرسون و خود ایشان از کوروش کبیر متاثر شدند، چه ربطی به بررسی استوانه کوروش کبیر و تعیین نوع آن منیفست شاهی بودنش بنا محتوا داره، بنا محتوای آن داره. قانون اساسی آمریکا و فرانسه و تمام کشورهای مدرن بعد از انقلاب سرمایه‌داری صنعتی به حقوق فردی انسان در آزادی و برابری و در آزادی و برابری و سکولاریسم برمیگردد که هیچ یک از اینها در عصر میانه و سنت مطرح نبود. این عصر میانه رو چی میگفتیم دیگه؟ یادش میره آدم. لویی 14 معاصر نادرشاه تا لویی 16 1789 چه رسد به عصر باستان کوروش کبیر. آنها رئیس یک قبیله، ایل پارس، طایفه پاسارگاد، عشیره هخامنش، به نظر میرسد به جای رجوع به موزه ها از ایشان بخواهید به دانشگاه های آمریکا و به خصوص دانشکده های حقوق و سایر مراکز مربوط رجوع کنند تا توهمشان رفع شود. قرون وسطا، به وقت دنبال ایرانیش میگشتم، قرون وسطا مید ایول یه چیزی هم اینجوری میگن، به فکر تا توانشان رفع شود و به فکر اتهام زدن هم نباشند. انسان عاقل و علمگرا و انسان دوست که رو به ساختن آینده دارد و با ارتجاع حاکم میخواد کشورمان ایران را با قوانین عصر میانه به قهقرا ببرد مبارزه میکند، طبعا نه با کوروش کبیر متعلق به عصر باستان و نه با زرتشت اسطوره‌ای و نه با شخصیت مورد علاقه ایشان فردوسی، با این سه شخصیت، همان محمد و موسی و عیسی و سایر بزرگان دینی، سیاسی و تاریخی، هیچ انسان عاقلی خرده حسابی نباید داشته باشد. یعنی نتیجه این که اینها گذشته رفته تموم شده. آقای چمنارو شما بیا بگو بر اتفاقا، چون شما مهندس برق هستی، هم شما هم من میدونی توی برق دو تا چیز داریم که بهش باور داریم. یکی همین به اصطلاح سیستم الیمینیشن، یکی سیستم ترابل شوتینگ. شما وقتی که یه جایی یه اشکالی هست، اگه خب اشکالی نیست که good for you، چراغا روشن، همه چی داره کار میکنه. وقتی یه اشکالی پیش میاد که الان من و شما قبول داریم اشکال هست، مینشینیم هی نمیگیم آقا این کارخونه رو شرکت وستینگ هاوس درست کرده و وستینگ هاوس یا زیمنف حرف نداره. این چیزی که شما داری میگی، هی میگی کوروش، هی میگی فردوسی، یکی شده وستینگ هاوس، یکی شده زیمنف. آقا حتی اگه شما درست بگی این شرکت زیمنس رو زیمنس آلمان درست کرده باشه، امروز بعد از این همه کهنگی، اشکال، بالا و پایین رفتن بر، نبودن نمیدونم رگولیتور یا هر چیزی، این خراب شده. حالا که خراب شده، شما بیا بشین اینجا امتحان کن، یکی یکی مدارا رو تیکه تیکه، اینجا تایمره، اینجا نمیدونم رله هست، اینجا ترانسفورمره، اینجا نمیدونم والا گاهی وقتا. خلاصه بحث با مدعیانی است به قول حافظ که میخواهند در مبارزه با ارتجاع مذهبی عصر میانه اسلام، با ارتجاع مذهبی عصر باستان زرتشت و یا همانند آخوندها، با تعبیر و تفسیر شخصی از یک استوانه 43 یا 45 سطری و با اساطیر شاهنامه امامزاده دیگری بسازند. اشکال این است که همه اینها رو به سوی گذشته دارند و نه آینده. در صورت پیروزی هم جامعه ایران به جای رفتن به سوی آزادی و برابری و سکولاریسم، یعنی عصر حقوق بشر و جامعه مدرن، بلکه جامعه را به سوی نجات پرستی آریایی و خلوص زبان فارسی و به اسطوره های شاهنامی و زرتشتی میخواهند ببرند و هر کس جرأت نقد، توی پرانتز نوشتم، بیان جنبه های مثبت و منفی زرتشت، کوروش کبیر و شاهنامه فردوسی را همانند بایبل و قرآن
به خود بدهد همانند آخوندها و کشیشان در قرون وسطا تکفیرش می کنند و او را ضد ملی یا خائن به مقدسات کافر قلمداد می نماید. سخن را با بیت حافظ که تحلیل مدعیان دینی و سیاسی است تمام می کنم: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بماند در جهل و خودپرستی. شادکام باشید. ضیا صدرالاشرافی. بازم از شما ممنون و متشکرم آقای صدرالاشرافی. دوستان اسم ایشون رو در گوگل که تایپ کنید، نوشته های ایشون، کنفرانس هایی که داشتن، ویدیوهایی که داشتن به اصطلاح اونجا هست، ببینید. اگر صحبتی دارید با خودشون تماس بگیرید. خیلی ریسپانسیو هستن، خیلی ریسپانسیبل هستن، هم مسئول هستن هم فوری جواب میدن. این مسئول بودن لازم نیست شما به یک کسی حقوق بدی. این کسی که خودش اینجوری مسئول میدونه، این داره خدمت میکنه. اون کسی که مسئول جوابگوه، اون داره انجام وظیفه میکنه. ایشون کسی بهش حقوق نمیده. این اون خدمته به انسانیت، به هموطن، به دوستانش. اصلا ممنون. آقای سور، مقاله آقای مشکین را برایتان ایمیل کردم و نسخه از آن را هم روی صفحه آقای مشکین خط قرار میدهم. ممنونم دوستان عزیز. یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم، چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 9 شب به وقت آلمان و چقدر میشه 11:30 فکر کنم به وقت ایران، با دوستان آقای یزدان خدابندلو و آقای روزبه مشکین خط خواهیم بود. آقای خدابندلو در آلمان و آقای روزبه در ایران هستند. این هم از این ماجرا. باز هم ممنونم از این دوستان که با حضورشون در تلویزیون مردم برنامه ها رو متنوع و قوام و دوام میبخشن به تلویزیون مردم. خب این رو هم خوندیم. کوروش کبیر جعلیات و متن درست رو هم دربارش صحبت کردیم. و اما درباره سخنان رضا پهلوی، این دوست ما علی آقای شیرازی نوشته: آقای سوربی، من هم چون شما بیدین و یه چند تا نقطه هرچی نوشتم. اولا شما باور نداشتن به خدایی که دیگران میگن، این بیدینی نیست. دین و مذهب یه چیزیه که هر کسی برای خودش انتخاب کرده. مذهب من این راه و روش من، سعی میکنم دروغ نگم. چه دینی از این شما بهتر سراغ داری؟ چه دینی؟ چه مذهبی؟ پس من بی دین و بی مذهب نیستم. چیزی که هست دین و مذهبی که دارم با اون دینی که مثل مسیح یا مذهب مسیحیت میگه اینجوری، یا با دین یهود و مذهب اونها. این کلمه دین و مذهب هم یه روزی باید یه کسی بیاد توضیح کامل بده. مثلا شیعه مذهبه، اسلام دینه، سنی مذهبه. یعنی اینها دینشون اسلامه، مذهبشون اینه. دوتا، یکیش اصلیه یکیش بعد. آقای سوری، من هم چون شما اونجا، ولی چون شما بدون تعصب عقاید و نظرات مخالف را از نظر دور نمیدارم. بعد یه جمله عربی هم نوشتن که من نمیتونم بخونم: انزل العلماء قولت النطاق من قول، برگرفته از عصر ایران. ایشون داره میگه حضرت علی علیه السلام میفرمایند نگاه کن چه چیزی گفته میشود، نگاه نکن چه کسی میگوید. من تا همین جمله رو خوندم براشون نوشتم. من مدت ها پیش با آقای کاظم، دکتر کاظم رنجبر که در فرانسه هستن، هم دانشمنده هم محقق هست، گفتگوهایی داشتم. برید بزنید روی گوگل هستنش. من هم مثل شما اشتباه میکردم، میگفتم گفته مهم هست نگوینده. بعد آقای کاظم رنجبر، خب ببینید، میگه که همین کمال همنشین در من اثر کرد. من اوائل طرفدار کپیتال پانیشمنت بودم، میگفتم آقا اعدام اگه نشه که دنیا اینجوری میشه پرو. با آقای دکتر ناصر تماسی صحبت کردم، عقیدم عوض شد. قدیما مثل شما همینو فکر میکردم، بشنو که چی میگن نه که کی میگه. آقای رنجبر به من ثابت کرد که این اشتباهی هست که خود همین دروغگویان برایشون گذاشتن که شما کاری نداشت باش چی میگه، ببین چی میگن. برای علی آقای همشهریم، علی آقای شیرازی، مثال زدم.
گفتم که شما یه آگهی میدی که من میخوام یه ما برم مسافرت، به یک نفر احتیاج دارم که از منزل من نگهداری کنه، باغچه رو آب بده، گربه‌مو نمیدونم سگم و اینها رو بذاره برن بیرون اینها، و اونجا باشه چراغ روشن کنه، دزد نیاد فلان اینا. سوربی که هم دزده هم معتاده میاد اونجا، به شما میگه من به بهترین وجه از منزل شما نگهداری میکنم. خب این قسمتی که گفتش هست، پس دیگه حالا شما نباید توجه کنی که سوربی کیه، ولی شما نگاه میکنیم اینه آقا این دزد معتاده. پس همینجا شما نشون میده که خودتون باور ندارید این گفته رو، که ببین چی گفته نه که کی هست. شما اتفاقا باید ببینی چه کسی چه چیزی رو میگه و کامبینیشن این دوتا، مخلوط این دوتا، اون وقت شما قبولش میکنی یا قبولش نمیکنی. بعدن خلاصه توضیح میدم، با هزار تأسف باید گفت که جامعه ما به شدت از عمل به آموزه ارزشمند آقا حضرت علی کجاش آموزش داشته؟ تمام چیزایی که از قولش نوشتن همش ثابت شده تو زندگی شخصیش، دروغی بیش نبوده. اینایی که آمدن گفتن اینا، و یکی یکیش هم همین، شما اگه بشینی روش با موضوعاتش صحبت کنی میبینی یکی پس از دیگری غلط غلط غلط. و اما علی سینا نوشته که این جمله بو علی سینا رو، این یکی از دوستان از کانادا فرستاده، ممنون و متشکرم از ایشون، این جمله ابو علی سینا را باید با طلا نوشت که میفرماید هر چیزی کمش داروست، متوسطش قضاست و زیادش سم است، حتی محبت کردن. هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه شوخی نکن، حرمتها شکسته می شود. هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبهش خوبی نکن، تبدیل به وظیفه می شود. هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبهش عشق نورز، بی ارزش می شوی. از ذهن تا دهان فقط یک نقطه فاصله است. تلمه رو نوشتن اون وقتا، می گفتن از گوش تا دهان چهار انگشته، برای اونایی که بلند صحبت می کردن، که من همیشه می گفتم که این که نمیخواد با خودش صحبت کنه، میخواد با شما صحبت کنه. حالا باید ببینی که از دهان تا گوش شما چه فاصله هست، بر حسب اون بلند و کوتاه صحبت کنه. انقدر ضرب مثل‌های غلط و اشتباه داریم که خودشون رو نفی میکنه. همین الان جمله قبلی من به شما گفتم کمال همنشین در من اثر کرد، یا مثلا داریم که میگه که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، بعد از اون ور داریم تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، یعنی هیچ کسی عوض نمیشه، همین که هست هست. این دوتا میگه که اگه با آدمای بد باشی بد میشی، اگه با آدمای خوب باشی خوب باشی. اون یکی سومی میاد این دوتا رو میزنه بیرون، میگه نه آقا، اگه این نااهله نااهل خوبم نمیشه. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. گردکان یه چیز دایره شما بذاری روی گنبدی هم میفته پایین وای نمیشه. خب از ذهن تا دهان فقط یک نقطه فاصله است، پس تا ذهنت را باز نکردی دهانت را باز نکن. ممنون از این دوستمون. و اما لندن میر مسلم، میدونید که انگلستان و فرانسه الان خیلی مشکل دارن از اینکه سالها فرانسه در مراکش رفت و به اصطلاح تاخت و تاز کرد و مستعمرش بود و اینها، بعد غافل شدن، بعد حالا مراکشی ها برگشتن فرانسه رو، حالا به دلیل کار به دلیل هرچی، الان میشه بگی یه محل هایش هست که خیلی اصلا فرهنگش رسومش با فرانسه فرق میکنه، یعنی اینها کشور خودشون رو بردن اونجا. انگلستان هم با مسلما همین کار کرده و حالا مسلما رفتن اونجا، مسلمونا. ببینید یکی از به اصطلاح اثراتش اینه، بذارید من این کامرای دور براتون روشن کنم و حالا اون قسمت رو هم براتون تنظیم کنم. بفرمایید. نوشته که پیشتازی یک مسلمان در انتخابات شهردار لندن، به گزارش خبرگزاری اهل بیت ابنا ABNA، بر اساس نظرسنجی ها صدیق خان 45 ساله پیشتاز رقابت های انتخاب شهردار لندن است که
طی چند هفته آتی برگزار می شود. در صورت کسب آراء کافی، نخستین مسلمانی خواهد بود که شهردار لندن می شود. صدیق خان بر اساس نظرسنجی ها نسبت به گولدسمیت پیشتاز است و ممکن است دومین مسلمانی شود که به عنوان شهردار یکی از شهرهای اروپایی شهردار می شود. نخستین شهردار مسلمان در سال 2009 میلادی برای شهر روتردام یا روتردام هلند انتخاب شد. حالی کاش که میگفتن اون شهرداره خوب بوده بد بوده تا ببینیم چه انتظاری باید از این داشته باشیم. ولی یک کمدینی هست، نمیدونم هندیه یا پاکستانیه، توی کاناداست و این خیلی قشنگ جوک میگفت درباره همین کشورهایی که استعمار میکنن میرن. بعد گفت خب شما فکر کردید آمدید 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال اونجا موندید، این منابع زمینی زیرزمینی هرچی ما رو به غارت بردید و تموم شد، حالا دیگه جمع کردید برگشتید رفتید کشورتون؟ نه، ما دنبال شما میایم اونجا و تمام تکنیک ها رو بلد شدیم. اولا زبانتون بلدید، فرهنگتون رو بلدید، میدونیم از چی ترس و وحشت دارید، نقطه ضعفاتون رو میدونیم، همه این تکنیک ها رو استفاده میکنیم، حالا نوبت حکومت ما بر شما هست. چه باید کرد؟ بریم بشینیم شاهنامه بخونیم. اتفاقا دیدم این تیمور لنگ فکر کنم دیگه پول نمیگیره از آقای چمن آرا شاهنامهش بخونه. اون روز میگه آقا این چیزا دروغه، گفتن تا دیروز که پول میگرفتی با چهچه و بهبهم ادا میکردی، ولی امروز دروغ شد. اینه دوستان که اگر آقای مانتی فاطمی می‌نویسه که ای کاش آقای چمنارا پی ببره، بله پی میبرن دوستان، یه موقعی که یکم دیر شده، وقتی که رفتن گول اون طرف رو خوردن بعدن میفهمن که آقا همین سربی که انتقاد میکنه بهتره. من بارها گفتم، طرف میگه آقا من میام به شرط که یه کمی شما خیلی تند صحبت میکنی. میگم آقا شما میخوای برای یه برنامه منو عوض کنی؟ من هم میخواستم اینجوری باشم که الان برای آقا رضا پهلوی مثل اون آقای زمانی فلان نا تو تلویزیون اونا کار میکردم. من همینم و شما اگه نمیتونی تحمل یه مخالف رو در خارج از ایران داشته باشی، بهتر همینه که همین الان دست بکشی از این کار. و الا 80 میلیون نفر از کجا شما میدونی که همشون با شما مخالف نیستن؟ اگه آماده هستی که باهات مخالف باشن ولی اینقدر با زبان شیرین و گویا بشینی اونها رو جذب کنی، بفرما از من شروع کن، ولی نه به من بگو تو خفه شو تو من صحبت کنم، اینجوری امکان نداره. خب دوستان، راجع به این انتقاد موزه هولوکاست، اولا چرا توی کشورهای اروپایی و آمریکا قانون هست که شما نمیتونی درباره این صحبت کنی؟ چرا؟ چرا اینها اینو کردن یه چیز مقدسی که هیچ کس نزدیکش نشه؟ آیا خود همین این دلیل نیست که اینها یه دروغی دارن که میترسن این دروغ فاش بشه؟ یه چیزی رو دارن دروغ میگن و الا باز بذارید مردم بیان بگن، نگاه کنن بگن آقا شما که میگید 6 میلیون، مثلا 6 میلیون نبوده 4 میلیون بوده، بعد اون موقع بگید 4 میلیون چیه؟ یک نفرم اگه به دست هیتلر کشته شده به خاطر اینکه کلیمی بوده، همونم خودش زیاده. ولی یه چیزی شماها اشکال دارین، اگر دوستان کلیمی یهودی یا طرفدار یهودی مایل هستید صحبت کنید، تشریف بیارید با هم گفتگوی دوستانه داشته باشید. و اما این هم میدونید که روز پدر و مادر، روز پدر تو ایران چند روز پیش بود گذشت، روز مادر توی آمریکا هفته آینده است. حالا ماهایی که توی آمریکا زندگی میکنیم اینها، فکر کنم دو روز سه روز روز مادر داریم، نمیدونم یکی دو تا روز پدر از این ورا از توی ایران و اینها هست. بد نیست بالاخره همه رو جشن بگیرید، تبریک بگید. میگه که این رو یه نفر از دور از تلفنش گویا عکس گرفته فرستاده و نوشته که بهتره. این آقای احمدی نژاد گویا داره تلاش میکنه برگرده، نوشته میخوام برگردم. میگن که بهتره در روز پدر یادی کنیم از کسی که پدر ما رو 8 سال در آورد. این هم از این ماجرا.
خب ببینیم که براتون چی گذاشت. بله، چون من از آقای چمنارا دعوت کرده بودم، ایشون نوشتن که آقای سربی از دعوت شما برای حضور من در برنامه فردای شما درباره کوروش متشکرم. چون روز من گفتم که تو برنامه بعدی هر کسی میخواد بیاد صحبت کنه، مخصوصا آقای چمنارا. ادهی فدرالیست با حربه شیادانه زبان مادری سالهاست کاری ندارن جز تحقیر هویت ایرانی که نماد آن کوروش کبیر و شاهنامه فردوسی است. همچنین با روخانی کتاب تولدی دیگر، شجاع‌الدین شفا، نامی به عنوان منتقد دینی برای خودشان کسب کردند. آنها که خیام ریاضیدان و ستاره شناس را فقط برای تحقیر فردوسی شاعر و فیلسوف میخوانند، از اوضاع خراب مملکت ما و حمایت عربستان از این چرندیات برای کسب نامی برای خودشان استفاده میکنند. همانطور که قبلا گفتم، برای معرفی بیشتر کوروش احتیاجی به وجود من در برنامه شما نیست. در ایمیلی که تصویر را برایتان میفرستم، اگر مایل بودید در برنامه فردا به نمایش بگذارید که حرف آخر اول و آخر من است. اگر کسی را پیدا کردید در سطح معلومات آقای دکتر افشارها یا سروش و یا آقاسی که شهامت نقد قرآن راستین را داشت، در آن صورت حاضرم با ایشان در تلویزیون شما مناظره کنم. به امید روزی که دوباره بحث در مورد قانون اساسی را توسط استاد محترم آقای دکتر نصر احمدی شروع کن بفرمایید. ممنونم. چشم. ببینید ایشون این عکس رو فرستاده. خب این عکس ها آقای چمنارا، شما خودتون میدونید، منم میدونم. بذارید بالاش هم نشون بدم، چون بالاش نوشته که روز جهان، روز کوروش. بله ببینید، بله 29 اکتبر که میشه، هر کس که بلد باشه از فتوشاپ یا اون یکی دیگه چیه، پینت، برنامه های اینجوری، هزار تا برنامه هم هست، یکی دوتا نیست، استفاده کنه، هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. یه عکس از کوروش میاره میذاره اینجا، یه عکس از آقای جفرسون و مینیسه روز جهانی کوروش فرخنده با. ما وقتی داشتیم قانون اساسی آمریکا را مینوشتیم، دو مدل در پیش رو داشتیم: کتاب شهریار نوشته ماکیاولی، فیلسوف ایتالیایی، و کوروش شناسی گزنفون. ما کوروش را انتخاب کردیم. توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا، از نویسندگان قانون اساسی این کشور. حالا من از آقای چمنارا خواستم که خب این رو نوشته آمریکایی شو سندش بفرستن. ایشون انقدر سندهای مختلف فرستاد که حقیقتش من گم شدم توی این کاغذها و سندها و اینها. حالا امیدوارم یه روزی خودشون بیان خیلی قشنگ یه برنامه رو بذارن و برنامهشون به این صورت باشه. من سالها پیش از یه دوستیم یاد گرفتم که شما وقتی میری جلوه یه اینجوری هم بود، قرار بود برم این دانشگاه جورج میسون برای اونایی که کلاس انگلیسی میخونن، خب معمولا افراد خارجی هستن دیگه، یعنی از آفریقایی، نمیدونم اروپایی، ایرانی، افغانی، اینا که میان اینجا، من به عنوان یه خارجی توی اون کلاس صحبت کنم. وقتی از این دوستمون سوال کردم که خب من تو ایران دبیر بودم، جلو اینو اون صحبت میکردم، اینجا تو مجالس ایرانی از مسئول آکشن ایرانی بودم تا MC مستر آف سرمونی برای آقای دکتر مصدق و دکتر امینی و اینها، ولی گفتم که همچین چیزی نداشتم که تو دانشگاه آمریکا به عنوان مثلا یه سخنگو یه ساعت دو ساعت انتخاب شده باشم، چه کار میکنم؟ گفت اولا قشنگ بنویس که درباره چی میخوای صحبت کنی. وقتی که نوشتی سرتیتر اینا رو بردار بنویس، بعدم زیرش بنویس که در این مورد مثلا 5 دقیقه، در این مورد 4 دقیقه، در این مورد 3 دقیقه، و در هر موردش وقتی تموم شد قشنگ رو کن به کلاسی که نشستن اونجا، به دانشجوها، ازشون سوال کن که سوالی در این مورد دارید، و وقتی سوال کردن خیلی کوتاه و مفید و مختصر جوابشون بده و برو به مطلب بعدی. یکی از مشکلات ما مخصوصا در برنامه‌های تلویزیونی من دیدم یا مشاهده کردم، شنیدم، ملاحظه کردم، اینه: دوستان میان کاغذم نوشتن یا ننوشتن اینها کاری نداریم، ولی اصلا درباره اون موضوعی که قرار بوده صحبت کنن صحبت نمی کنن، میرن یه جای دیگه.
آخرین برنامه آقای چمنارا رو نگاه کنید، ایشون مثل این بود که ما اصلا نیستیم اینجا، برای خودشون دارن کتاب اون شاهنامه مقدس و نمیدونم اینا رو میخونن. در صورتی که سوال من این بود که آقا شما چرا یک آدم نمیدونم آخوند صفتی مثل این نوری علا رو که خودش میگه این اینقدر احمق بوده، یه مدت رفته رشته آخوندی خونده، بعد دیده نون توش نیست، دیر رسیده رفته نمیدونم کارگردان سینما شده، بعد دیده تو اونم ذوق و سلیقه‌ای نداره، ول کرده اومده فعال سیاسی شده، شما یه دفعه این رو میای مقایسه میکنی نمیدونم با رستم و سهراب و اسفندیار و زال و اینها که اونها هم تازه دروغ اسطوره بودن. این اتفاقا اینا اسطوره هم نیست. اسطوره وقتیه که یک کسی که حقیقیه با یه چیز داستان قاطیش کنی، از اون اسطوره بسازن، حالا یا در خوبیش بزرگترش کنی یا در شجاعتش، ولی این داستان دروغ کامله یا ساختگی کامله. آخه دروغ، من فرق دروغ و ساختگی هم نمیدونم چیه. وقتی یه نفر میگه آقا یه بچه زال اینجا بود، یک سیمرغی آمد و اینو گرفت برد، و خب آقا این دروغه، این داستانه، هیچ عیبی هم نداره. اینجا ما داستان داریم می‌نویسه که نمیدونم 20,000 فرسنگ زیر آب رفتن، داستان داریم رفتن ستاره ها رو اینجوری کردن، این اشکالی نداره. ولی شما اگه بیای بگی آهان این منظورش از زال سربی بوده، سربی اون روز اینجا گرسنه‌ش بود، منظورش از سیمرغم این ماشینایی بود که میان بوریتو میفروشن، آمد بوریتو وایساد به سربی بوریتو فرو، آقا خب من که میدونم منظور سیمرغ سیمرغ، منظور زالم زال. این یه داستان بسیار زیبا گفته شده، بذارید داستان باشه، نیاریدش توی زندگی، نیاریدش توی تاریخ. اگه بیارید به بنبست میخورید، اگه بیارید اون وقت شما رو متهم میکنن که شما هم مثل آخوندا هستید، آمدید یه کتابی رو میگید کتاب مقدس، هیچ کم بهش دست نزن. من این پشت کتاب شاهنامه رو دارم، نمیدونم چند صفحه، 4,000 صفحه، 3,000 صفحه، هیچ وقت همش رو نخوندم. خداییش میدونه چرا؟ چون یه ریتم خاصی داره، مثل همه همینجوری هی میخونی هی میخونی هی میخونی. بعد معلومه که اینو نوشتن برای آدمای بیکار، پای منقل، حالا یا چای بخورن یا تریاک بکشن یا نمیدونم کباب بخورن، بشینن اونجا اینو بخونن. چنین گفت رستم به اسفندیار که آی گشنم نون سنگک بیا. نه، منظور این از رستم این بود، منظورش از اسفندیار اون بود. خب یه مدت خانم هیلری کلینتون و ترامپ و اینا رو شما میخواین بچپونین تو این کتاب فردوسی، این کار نمیکنه، نکرده تا حالا. الان من از آقای شاهین نژاد دعوت کردم آقا بیا اینجا بگو ببینیم، شما که میخوای رنسانس را بندازی، خانم نزهت یحیی‌زاده هم شده دشمنت، ولی نترس از دشمنی اینها، اینا هیچ بخاری ندارن، اینا چند سال دشمن آخونده هستن، همشون پیر و پاتل و ببخشید دیگه، میگه صبح قرص نخوره بیدار نمیتونه بشه، شب قرص نخوره خواب نمیتونه بره، هیچ ناراحت نباش. مثلا خود آقای نژاد هم نوشت که اینا احتمالا قرصشون دیر شده که اینجوری هزیان میگه. خب بذارید ببینیم که عذر میخوام. خب بله، یک دوستی، آهان این ایمیل رو برای من فرستاده، این خیلی جالبه، یه ایرانی. آهان میدونید من همیشه گفتم شما و من وقتی که آقای فیروز نادری میاد، یا نادر فیروزی، فیروز نادری همشهری ماست، میاد افتخار میکنیم که نمیدونم یک سیارکی رو به نامش کردن، یا هواپیما یا فضا پیمایی که رفته کره مریخ، ایشون مثلا یه قسمتشو درست کرده. آیا این آقایی که کامپیوتر پروگرامر، ببینید دوستان حماقت تا که May 2, 2016، همین امروز، ببینید از دیلی میل براتون بیارم اینجوری، و معمولا اینا کسایی هستن که فکر میکنن زرنگتر از دیگران هستن، فکر میکنن چون زرنگن نباید مثل دیگران کار کنن و خیلی سریعتر باید پولدار بشن. کامرای دو، بله بفرم. دیلی میل، اینم تاریخش میبینید، نوشته May 2, 2016، ماندی، همین امروز نوشته کامپیوتر پروگرامر بوک لاکچری دبی هتل اند فلش فلش هایر کارز یوزینگ 260,000 دلار اف استولن امریکن ایرلاین مایلز. این
میدونید که بلیط هواپیمایی ها وقتی شما ازشون بلیط میخرین و کردیت کارت بهتون میدن و فلان اینا، براتون اکانت باز میکنن، بعد بهتون امتیاز میدن، میگن هر مثلا یه دلاری که خرج میکنی ما اینقدر مایل بهتون میدیم. این آقا احتمالاً تونسته بره یه جوری خودش رو چون کامپیوتر بلده بزنه جایی کسی که این همه مایل داره و میتونه ازش از این امتیازات استفاده کنه. نوشته An Iranian born computer programmer has been accused of booking a string of luxury hotels and fancy car rental using $260,000 worth of stolen air miles. میلاد عوادزوانی یا هرچی who grew up in Iran but a student in Florida. به به، همشهری دوستانمون هست در فلوریدا. اینه دیگه. خب حالا شما که به اون، من نه به آقای نادر فیروزی یا فیروز نادری یادم میره افتخار میکنم، چون فکر میکنم این چون آمده آمریکا تونسته به اونجا برسه، نه به این دزده من خجالت میکشم. اینم همین آمریکا بهش اجازه داده این دزدی ها رو بکنه و چه میدونم، شاید اگه ایران وایستود داشت مثل آدم کار میکرد، شرافتمندانه زحمت میکشید کنار خیابون، حتی اگر کاری نبود چی میفروخت، ولی دزدی اینجوری نمیکرد. در صورت این رو یکی از دوستانم برام فرستاده، من گفتم به شما هم نشان بدم. من بوک فلان اسمش هست، دوباره میلاد عواد زوانی نمیدونم. خب سوربی جان، به قول بچه تهرونی ها دست مریضا، از این برنامه های جالب، ارزنده، متنوع و آموزشی که ارائه میکنی، خسته نباشی و خدا قوت. واقعا شاهکار. او دوباره این فرهنگ غلط شاهکار و شاهراه و شاهرگ و شاهدونه و اینها و هزار کوفت و زهرمار شاهانه که به خورد ما دادن، ببخشید، اون هم چه پادشاهانی. چه پادشاهانی، پسرکش، پدرکش، چشم و چل کور کن و خلاصه درست مثل هنری هشتم انگلیس که زنهایش را یا میکشت و یا زندان میانداخت و حتی مشاور و وزیر دربارش توماس کرامول را هم گردن زد، اون هم در ملای عام مثل همین داعشی ها. صحبت های آقای خدابندلو واقعا علمی و عالی بود. همه بدبختی ها از تعریف غلط واژه ها و همچنین برنامه های خوب دیگر، مخصوصا صحبت های دلنشین و صادقانه مرداد ساغرچی، درست مثل خودت صداقت از حرف هایی که میزد میبارید. بیچاره دریوزگان نظیر رجوی ها که در ایران آینده جایی در دل مردم ندارند و عمر هزاران هزار از بهترین فرزندان را نابود کردند و از بین بردند، ولی در عوض ملت ایران در فردای آزادی از چنین دلیرانی، اگرچه با آرمان والا، ولی سالها در اسارت فرقه و یا کورکورانه تبعید کردن، با آغوش باز استقبال خواهند کرد. این جوانان آینده سازان فردای ایرانند که دیگر کسی مثل خمینی یا رجوی یا نگهدارها سر مردم را شیره نمالد، یا به مالد نوشتنشون. شادزی، ممنون و متشکرم. راستی از اون دوست روانیمون چه خبر؟ منظورم تحچین صورتی نپخته بود. کاش که تحچین صورتی درست کرده بود، تحچین سبز درست کرده بود، بعد میگم این سبزی پلو به من گفتم در حسابات. نمیدونم دوستان چی بگم والا. ممنونم از دوستمون، این را آقای مونتی فاطمی فرستاده بود. همین آقای مونتی فاطمی خیلی وقتا از من انتقاد میکنه و ضمن این که ما در خیلی موارد با هم موافقیم، در خیلی موارد هم به اصطلاح با هم مخالفیم و هیچ اشکالی هم نداره. بله، یه دوستی از ایران یه نامه نوشت در رابطه با آقای روزبه مشکین. آقای روزبه مشکین هم در پاسخ این رو نوشته: اولا این فرد باید یک سری به سایت وزارت کشور بزند تا حالا ببین چقدر خوب بود اون موقع ما کاغذمون اینجوری ردیف بود، وقتی که هی این خبرها رو ما مینوشتیم میذاشتیم بعد میخواستیم بیان برنامه اجرا کنیم از اولی شروع میکردیم. حالا ما اولی رو گذاشتیم،
که نوشته اون آقا بوده. البته این دوستمون گفت آقا اسم من نگو. گفتم خب آقا شما اگه حزب داری، اگه میای رو فیسبوک چی می‌نویسی دیگه اسم من نگو چیه، ولی چون گفت نگو نمیگیم. خوب شد حالا به موقع گفت. ایشون گفته بود که نه آقا ایران این آقای روزبه مشکین و اینها اینجوری نیست و فلان نیست و اینها. خلاصه خداییش بگم من گیج شدم، نفهمیدم ایشون داره از آزادی در ایران دفاع میکنه یا میگه همچین آزادی وجود نداره و ایشون آزاده چون وابسته به اصطلاح وزارت اطلاعات هست. خیلی کارمون خرابه، نمیتونیم حتی بنویسیم و منظورمون رو با نوشتن به یه همزبان خودمون حالی کنیم. حالا آقای روزبه همیشه همش ما میگم روزبه فراهانی، روزبه مشکین خط پاسخ داده. اولا این فرد باید یک سری به سایت وزارت کشور بذارید من براتون، تا اطمینان حاصل کند کدام حزب مجوز فعالیت دارد و کدام ندارد. اگر در نظر دارد فعالیت حزبی با یکی از احزاب کشور داشته باشد، چنان که اگر با جبهه دموکراتیک آقای تبرزدی مشکل دارند، به جای نامه به شما به ایشان نامه بدهد. بعد آقای تبرزدی خودشان اگر صلاح دیدند پاسخ ایشان را خواهند داد. سوربی جان اگر ما عددی نیستیم و جامعه هم ما را به رسمیت نمیشناسد، دیگر ایشان چرا باید دغدغه ما را داشته باشد؟ اینها یک مش آدم های بیکاری هستند که یا در خارج و یا در داخل نشستند و اگر از نظام خوب بگویند میگویید، اگر از نظام خوب بگویید میگویند مزدور جمهوری اسلامی هستید، اگر بر علیش بگویید میگویند اینها بی هویت هستند و کسی اینها را نمیشناسد و رسمیت ندارند و از این حرف ها این چنینی این مشکل را ما داریم. دوستان ما میگویند برای این ملت مبارزه خیلی زور داره. شما چرا همه موجودیت خود را برای مبارزه گذاشته اید؟ بروید با حکومت کنار بیایید، هم نان دارد و هم در باغ بهشت و رانت حکومت درهای رانت حکومت براتون باز میشه. من همیشه از این صحبت ها دلگیر میشوم که سیاسیون ما حقیقت را کتمان کرده و برای چند سباهی زرق و برق زندگی ابدیت را نمیبینم. متاسفانه ملت ما گوشش کر شده، به تعبیری کر و کور شده و به دنبال قهرمان میگردن. این میشود که قهرمانانشان همه قلابی از آب در میآید، چون ملاک تشخیص نداره. روی همین اصل هیچگاه سیاسیونی که ریاضت و بدبختی کشیده را شما نمیبینید. سیاسیونی که در آرمانی ترین شرایط هدفی جز عزت و آرامش و آسایش و پیشرفت و رشد و تعالی ملت نداشته، حالا اگر خارجی ها با ترفندهای عوام فریبانه برایش یک قهرمان قلابی علم کنید، فوری اعتماد میکند و دنبالش راه میفتد. دیگران باید از هستی ساقط شوند و زندان و بدبختی بکشند تا آنها اوضاع و احوالشان بهبود بیابد. آخرش هم میاد میگه او رسمیت نداره، کسی اینها را قبول ندارد. نمیگه من قبول ندارم، از طرف ملت حرف میزنه. یاد بگیرید مسئولیت اراجیفی که میبافید خودتان شخصا به گردن بگیرید و به هیچ کس علل خصوص ملت نسبت ندهید. خب ممنونم. یکی از دوستان که خواسته بود من برنامه‌های آقای عقیلی پور رو براشون بفرستم، بعدن گفت که توی این صفحه همه برنامه‌ها هست و من گوش میدم و مثل که شدیداً معتاد شده. حالا باید بریم بخوابونیمش بیمارستان این برنامه آقای عقیلی پور رو ترک کنه. نه خیلی جالبه و هر کدوم نگاه میکنم تشکر میکنه. نوشته که با سلام، در برنامه 24 جون 2012 جون یا جولای، فقط اینجا جوش پیدا شده، جناب سرهنگ عقیلی پور در مورد ترورهای نواب صفوی نام رزمارا هم نوشته شده. با توجه به قد کوتاه رزمارا و بلندی محافظین، نواب نمی توانسته به او تیراندازی کند. در پزشک قانونی مشخص گردید گلوله از کلت کمری است نه از تفنگ خفیف شکاری. به نقل از کتاب پانیرانیست ها، هنگام کشته شدن رزمارا، علم وزیر دربار پیش شاه آمد و اعلام داشت از دست او راحت شدیم. خاطرات علم،
محافظ رزمارا پس از چندی مفقود می‌گردد. اگر جناب سرهنگ عقیلی پور اطلاع بیشتری دارن متشکر خواهم شد. من این رو برای آقای عقیلی پور فرستادم. آقای عقیلی پور لطف کرده بود به اون دوستمون تماس گرفته بود، ولی من از آقای عقیلی پور خواهش میکنم اگر این مطلبی هست که احتیاج به توضیح داره، شما به همون روش که همیشه لطف میکنید و تماس میگیرید تماس بگیرید، پیام بذارید تا ما هم بدونیم. اون چیزی که من میدونم از این ماجرای سکیوریتی و بادیگارد و ماموران محافظ و اینها، مهم نیست که چقدر طرف قد بلند باشه، چون ببینید هر چی میخوام، من میخوام قد بلند باشم، اون یکی بغل دستی هم قد بلند باشه. اگه وسط من و این دوستمون با اسلحه بیاد تقی بزنه، این آقای ریگان یا آقای جورج بوش یا خانم مادلین آلبرایت اون وسط تیر رو میخوره. پس قد بلند بودن اینها کاری نداره، مگر اینکه اون از یه فاصله دوری بخواد شلیک کنه. اونم بالاخره وقتی راه میرن، وقتی حرکت میکنن، یه جایی یه سوراخی خالی میشه که این شلیک رو انجام بده. اینو که میگم، من خودم دو بار ریکروت شدم که برم اینجا به اصطلاح مأمور بادیگارد و سیکرت سرویس اینها باشم. به هر دوشون گفتم ببین نگاه هیکل گنده من نکن، من اگر یک صدای ترقه بیاد این خانم مادلن آلبرایت رو میگیرم جلو هم وامیسم پشتش، دروغم نمیگم. و من بادیگارد کسی نیستم، بادیگارد کسایی هستن که اون طرف رو انقدر دوست داشته باشن که در راهش حاضر باشن کشته بشن. و شما اشکالتون اینه که شما میرید افراد رو حقوق میدید و بهشون میگید بیا این کار رو بکن. اینا بادیگارد خوبی هیچ کدومشون نیستن. حالا دیگه الا آموزشای دیده باشن که واقعا صدای تیر و تفنگ میشنه، من خودشون در نرم. و ببینید فیلم ریگان رو که وقتی شلیک میکنن طرف اصلا میاد جلو چیز میدوه اون طرف رو میگیره که اگه دیگه تیری هم میخواست بزنه به اون میزنه. در صورت لطف کرده آقای عقیلی پور به ایشون پاسخ داده، آقای عقیلی پور ایشون هم به منم گفت تشکر کرده، ولی اگه شما لطف کنید برای همه ما توضیح بدید این بهتر میشه. به نظر من همین خوبه که یه سوالی اگه هست ایشون عمومی سوال کنه و شما هم عمومی پاسخ بدید، ما هم پخش کنیم همه بفهمن. ممنون از شما. خب آقای پاک نژاد و اینجا ببینم که این رو هم نمیخوام بخونم. آها، این دوستمون نوشته که کاکو جون تعداد کارکنان خارجی ایران در جون 1926 و حقوق سالیانه 30 نفر آمریکایی هر کدام 9000 تومان، 13 بلژیکی 7770 تومان، 12 آلمانی 14900 تومان، 9 تا فرانسوی با 3888 تومان، انگلیسی و روسی آمار ندارم. شاید نصف مملکت، جالب است بدانید حقوق ستوان 2 14 سال بعد سالی، نه ماهی ها، سالی 360 تومان بوده است. حالا آها، اون حقوق ها هم که قبلا خوندن سالیانه بود. مصاحبه ستار رو گوش میدادم با یک رادیو تلویزیون یا یک وبسایت ترکی، گویا توی این کشتی هایی که میذارن به عنوان کروز میرن صحبت کرده بود. ستار تعریف میکنه که مثلا چند سال قبل از انقلاب که ایشون میره تو کاباره ها شروع میکنه به خوندن، شبی 10000 تومان بهش میدادن. تازه خواننده جوانی بود، خواننده مشهوری نبود. اون وقت دوستان حقوق دبیر ایران ماهی 3000 تومان، بعضی وقتا 4000 تومان با اضافه کاری و اینها میشد. جا به جا هم از 600-700 تومان پول بیمه و مالیات و اینها رو میگرفتن. حالا شما خودتون حساب کنید چه مملکت گل و بلبلی داشتیم. هی نگید اون موقع بهشت برین بوده. خب دوباره این دوستمون میگه که خسته نباشید، برنامه های آقای عقیلی پور را تا می 2012 با دقت شنیدم، واقعا که ایشان دریایی از دانش و اطلاعات هستند. در مورد کودتای 1299 5 نفر همقسم بودند: سید ضیا، رضا قزاقچی، کلونل کاظم، مسعود کیوان و امیر احمدی. اگر در مورد کلونل کاظم و مسعود کیوان اطلاعی هست ممنون خواهم شد. این رو هم ایشون هم برای آقای ضیا صدر اشرافی فرستادم، اگر لطف کنن اونها بگن. دوباره برگشتیم به روز کارگر درباره کارگران جهان و هر کدوم از این دوستانی که از این احزاب کارگری هستن مایل هستن که بیان صحبت کنن ما خوشحال میشیم. فیلم هایی هست درباره زنان و مردان
سوریه‌ای که شکایت میکنن به زبان عربی، فوش میدن به این بشار اسد، و این بشار بشار هم هر کی هر دلش بخواد میگه، و خامنه ای، اینها هم روی یوتیوب و اینترنت و اینها هست. ولی پرسش اینه که آیا صدای این بیچاره ها به گوش کسی میرسه، یا اگه به گوش کسی هم برسه اون گوش پوتین هست و گوش بشار اسد و گوش خامنه ای، و کاری به مردم ندارن. و واقعا باعث ننگ و خجالته که این دکتر چشمه، این آقای بشار اسد، پدرش 40 سال اونجا گویا بود، حالا خودش این همه افتضاح. من نمیدونم اینا این قدرت چی داره که اینا اینجوری بهش میچسبن. از طرفی گاهی وقتا هم فکر میکنم که خب اگه اینا هم که دیکتاتورن، هر کدوم بگه آقا نخواستیم پولامونو برداریم بریم یک کشور دیگه، اون کشور میشه مثل عراق و لیبی و مصر و اینها، اون چی میشه؟ و واقعا به نظر میرسه که دنیا رسیده به یه جایی که سرانجامش نامعلوم هست. خب اینها رو خوندیم، کوروش و جعلیات و اینها رو خوندیم، رئیس مجلس نمایندگان و اینها رو خوندیم، به یاد شاعر آزاده ملک الشعرای بهار. بذارید این رو هم نشون بدیم که بله نوشته که تمام افراد، آهان این رو نوشتن که امیدواریم ما ایرانیان روز 10 دسامبر سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را همچون یلدا و نوروز جشن بگیریم. الان چه ربطی داره با 10 دسامبر؟ من نمیدونم، فقط نشون میده که این روشن فکران ما 5-6 ماه عقبن. 10 دسامبر آمده و گذشته و رفته، حالا تریبون آزاد تازه تو ماه آپریل روز 28 این رو فرستاده. اجازه بدید بیشتر از این دردمون رو نگیم، بیشتر از این پی نبریم که کارمون خرابه، و به شما بگیم که شما هم همینجوری که اینجا نوشت، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خیلی ساده است، تماس بگیرید. و حقیقتش من دیگه کم کم رفتم تو این فکر که به هر کسی بگم اگه میخوای تماس بگیری باید 30 دلار، 20 دلار، 40 دلار اول بریزی به حساب. مگه ما چیمون از دکترها کمتره؟ مگه ما چیمون کمتر از وکیلا هست که وقتی شما میخوای بری صحبت کنی اول باید پول بدی، بعدن بری اونجا، بعد تازه بهت میگه حالا چقدر دیگه پول بده تا کارت رو قبول کنم. هی میان دوستان چپ و راست، آقا من میخوام صحبت کنم، کی وقت داری، کی وقت نداری؟ خوب که قرار میذاری، آقا من با کدوم بانک پول بفرستم؟ با پیپل بفرستم؟ با نامه بفرستم؟ و میره دوباره پیداش نمیشه، دوباره 3 ماه دیگه همون آقا یا خانم پیداش میشه. نمیدونم واقعا موندم از دست شما چه کار کنم. یه دوستی دارم میگه مگه من دیوانم مثل شماها بیام اون انانومیس بودن، یعنی ناشناس بودن، ناشناس بودن خودم رو بیام اینجا از دست بدم، زندگی شخصی خودم رو بیام بذارم توی یک شیشه اینجوری هر کس و ناکسی بتونه سنگ بهش بزنه برای هیچی؟ راست میگه. تلویزیون های ایرانی دوستان بهتون بگم، از همون آقای شهرام و همایون هم که شایعه ازش نمیدونم 16 پولش میده، چه 16 پولی بهش میده؟ مگه ندیدی چند مدت بیت عصبانی شد اون 16 تلویزیون میخوای چیکار؟ بیا اینجا ملت، 16 یک پنی به کسی نمیده، مطمئن باشی یک پنی به کسی نمیده، میگیره که نمیده. اون تلویزیون شهرام و همایون، ضیاء آتابایی که بدبخت اینقدر رفت که قده مغز سرطان مغز گرفت، آقای ستار دلا که اصلا پیداش نیست، شجره که من نمیدونم، یه پولی از این و اون میگیره برنامه میذاره اونجا، هم کلاس اکابر باز کرده. آقای میبودی وای میسه 5-6 تا دکتر انگار که رفتن کلاس اکابر دوباره، هی وای میسن همون چیزای هر هفته رو تکرار مکررات، همون اون میگه عیسی خوبه، اون میگه زرتشت خوبه، اون میگه مسیح خوبه، اون موسی خوبه، آقای آقاسی هم میگه محمد خوبه. این تلویزیونای ایرانی نمیدونم، بذارید برم دیگه. گفت که به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقیست. دنباله این حکایت رو چهارشنبه با شما خواهیم بود با همراهی دوستانی مثل آقای یزدان خدابندلو و آقای روزبه مشکین خط که برنامه های خودشون رو دارن. آقای مینویی هم چهارشنبه ها با ما هستن. خیلی خوشحالم که دیگه راحت شدیم از دست اون تبلیغ های یو استریم و اینها که حقیقت میشد اینها، و فکر کنم آقای مینویی هم تفاوت این رو دید که بابا اگر
ما 300 دلار بدی یه سرویسی بگیری فرق میکنه. درسته این همه چی مجانی هست، اینا فکر میکنن که شق القمر کردن اون رفته پیداش کرده. من اولین کسی که میاد برنامه بگیره بهش، اولین باری که یه کسی میاد برنامه بگیره بهش میگم ببین شما میتونی به ما پول ندی، بری برنامه یوتیوب و برنامه این و این و این مجانیه، ولی اولین سوال از خودت اینه که چرا بهت مجانی میدن؟ بهت مجانی میدن که وسط حرفت بپرن تبلیغ تخم مرغ و نمیدونم تبلیغ سوسیس و تبلیغ گوشت و این چیزا رو انجام بدن. میخوای با اون برو، نمیخوای به یکی از صحبت کردم گفت آقا من که خودم فیسبوک دارم، من که خودم یوتیوب دارم. گفتم آقا مثل این میمونه که شما چلو کبابی داشته باشی، آگهی مکدونالد رو بشنوی، بلند شی بری بیرون، ماشین تو روشن کنی، بری دم مکدونالد، اونجا تو صف هم وایسی، همچین که نوبتت شد آقای یا خانم عزیز بپرس خب چی میخوای؟ بگی من خودم چلو کبابی دارم، نهارم دارم. خب زنه آقای نگاهت میکنه میگه دیوانه شدی، خب برو. ما داریم میگیم برای اونایی که ندارن، یا برای اونی که با وجودی که چلو کبابی داره یه روزم دوست داره بره مکدونالد بخوره. و من نمیدونم تازه اینا فعال سیاسی ما هستن، اسمشو نگم ناراحت میشه. بهش گفتم آقا جون من کارم اینه که هر ایمیلی که میاد، هر کامنتی که میاد برای طرف بنویسم که شما میتونید در تزون مردم برنامه داشته باشید. قرار نیست شما بگی من خودم نمیدونم 4 تا دوست دارم. خب برو با دوستات صحبت کن. درست این مثال همینه که شما مغازه جیگرکی داری یا چلو کبابی داری، آگهی مکدونال از تو رادیو پخش میشه، بلند میشی مغازتو میبندی میری اونجا تو صف وای میسی، همچین که نوبتت شد بهت میگن چی میخوای اوردر بدی، میگی هیچی من فقط اومدم به شما بگم من چلو کبابی دارم. داری که داری اینقدر بخور که کلسترول دیوونت کنه. اینا اپوزیسیون ما هست. روز روزگار به شما خوش. ببخشید بهتون برنامه ها رو بگم. بعد از برنامه من کانون آوا برنامه جمعه شون میدونید پخش میشه تا جمعه آینده، بعدش آقای ارشاد، حسن ارشاد از ایران، بعدش آقای مینویی، بعدش آقای شبستری و پس از اون رادیو کیان ایران. پس بود سوربی، آوا، ارشاد، مینویی، شبستری و کیان ایران. روز روزگار بر شما خوش.